بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیہ یار در برنامه های آخر خود حضرت ابراهیم علیہ السلام را نامرد، بی غیرت و بی ناموس معرفی میکنه، به خاطر که نتونست از زن خود یعنی سارا دفاع کنه و همچنان گفت که او با خواهرندر خود یعنی سارا عروسی کرده بود و گفتار یهودی ها را به حیث ثبوت پیشکش میکنه، در حالی که در هیچ جای قرآن ای گپ های پوچ بی معنا نامده. در این برنامه خواهین دید که شفیعه یار یک قدم پیشتر میره و حضرت ابراهیم علیه السلام را بت پرست میخونه. حضرت ابراهیم یک مسیر را طی میکنه، از بت پرستی به خدا پرستی میرسه، شفیعه یار میگه که ابراهیم یک مسیر را طی میکنه و از بت پرستی به خدا پرستی میرسه. من نمی فهمم که به این حال و فهم شفیعه یار خنده کنم و یا گریه. حال تقریبا 9 سال شده که ما برنامه دارم. ما بسیار هوشیارانه و قدم به قدم پیش آمدم. ما قرآن پاک کلمه به کلمه می فهم و باور کنین که این را ما با کمال مسئولیت نگم و ما قرآن پاک حداقل 120-130 بار دقیق خواندیم. و تو نه که خط خوانی، ما بخصوص هم یک 30-40 بار اولش تو صحیح خواندیم که اگر ما بگوییم بسیار کم نفر در دنیا خوانده درست است. شفیعه یار خود بسیار هوشیار جلوه میته و میگه که قرآن را کلمه به کلمه میفهمه و لاف پتاق میزنه و خود را عالم متبهر اسلام معرفی میکنه و میگه که قرآن را زیادتر از 120 بار خوانده و در 1400 سال کسی مثل او یعنی شفیعه یار پیدا نشد که قرآن را به طور ساده و صحیح تشریح کنه. مگر متاسفانه که این عالم متبهر اسلام آیات را کاملا 100% غلط فهمیده و یا عمدن غلط تفسیر میکنه. بیایید ببینیم که قرآن مجید درباره کفر و شرک حضرت ابراهیم علیه السلام چی میگن. سوره نحل آیت 123: سپس به تو ای پیامبر وحی کردیم که از آیین ابراهیم که حنیف بود و از مشرکان نبود پیروی کن. در این آیت مبارک الله سبحانه و تعالی می فرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام حنیف بود و از مشرکان نبود و این آیه دروازه کفر، الحاد و شرک را بر حضرت ابراهیم علیه السلام بند می کنه و این آیه به مثل سیلی محکم است بر دهن شفیعه یار. چرا شفیعه یار حضرت ابراهیم علیه السلام را متهم به شرک و بت پرستی می سازد؟ بیاین از خودش بشنویم. سوره انعام آیت 76: وقت تاریکی شب او را فرا گرفت، ستاره دید، گفت این خداوند من است. حضرت ابراهیم نه میگه او یک ستاره را دید که گفت او اینمی خداوند من است. چون غروب کرد گفت من چیز را که غروب میکنه دوست ندارم. وقت ستاره از چشم زاهل میشه میگه او نه من چیزی که از بین میره غروب میکنم، او را دوست ندارم که باعث خداوند قبول بکنم. اولا خو شفیعه یار نام سوره را غلط تلفظ میکنه. این سوره انعام نیست بلکه سوره انعام است. سوره انعام. شفیعه یار میگه که وقتی که تاریکی شب فرا رسید ابراهیم ستاره را دید و گفت این خدای من است. وقت تاریکی شب او را فرا گرفت، ستاره دید، گفت این خداوند من است. حضرت ابراهیم نه. شما خوب ببینین، باز هم تاکید میکنه که حضرت ابراهیم نه، یعنی حتی حضرت ابراهیم علیه السلام هم ستاره پرست بود و میگه وقتی که ستاره غروب میکنه ابراهیم میگه نه، من چیزی را که غروب میکنه پرستش نمیکنم. آیت 77: و چون ماه را دید که طلوع میکند گفت این خداوند من است، و چون غروب کرد گفت اگر خداوندم مرا هدایت نکند از گمراهان خواهم بود. این گپ در قسمت مهتاب زد. ابراهیم مهتاب را دید و گفت این خدای من است و میگه وقتی که مهتاب غروب میکنه ابراهیم میگه نه، من چیزی را که غروب میکنه پرستش نمیکنم. بعد از او آفتاب دید. آیت 78: چون خورشید را دید که طلوع میکند گفت این خداوند من است، این بزرگتر است. چون غروب کرد گفت ای قوم من
من از آن چه شریک خدا می سازید بیزارم. در واقع خودش شریک خدا می ساخت. ابراهیم خورشید را دید که طلوع میکنه و گفت این خدای من است. و میگه وقتی که خورشید غروب میکنه ابراهیم میگه نه، من چیزی را که غروب میکنه پرستش نمیکنم. چیزی که شریک خدا می سازید از او بیزارم. شفیعیار میگه که ابراهیم خودش شریک خدا می ساخت. من از آن چه شریک خدا می سازید بیزارم. در واقع خودش شریک خدا می ساخت. یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام مشرک بود. در این آیات حضرت ابراهیم علیه السلام مرتکب شرک نمی شود، به مثل که شفیعیار میگه. حضرت ابراهیم یک مسیر را طی می کنه. از بت پرستی به خدا پرستی می رسه. چون این بار اول یا دفعه اول نبود که حضرت ابراهیم علیه السلام ستاره، مهتاب و آفتاب را دیده باشه و از غروب و طلوع آنها خبر نباشه. شفیعیار، اگه یک انسان بار اول آفتاب را ببینه، خواهد گفت که یه عجیب چیز است که دنیا را روشن و گرم ساخته. و اگر مهتاب و ستاره را دفعه اول ببینه، خواهد گفت یه عجیب چیزی است که شب تاریک کمی روشن ساخته. و شاید هم بگوید که بیا این آفتاب، مهتاب و ستاره را پرستش بکنیم. مگر حضرت ابراهیم علیه السلام خو آفتاب، مهتاب و ستاره را دفعه اول ندیده بود و میفهمید که آفتاب طلوع و غروب میکنه و در تاریکی شب مهتاب و ستاره معلوم میشن و در روشنی روز معلوم نمیشن. پس حضرت ابراهیم علیه السلام چرا میگفت که آفتاب، مهتاب و ستاره خدای من است؟ به خاطر که حضرت ابراهیم علیه السلام میخواست به مشرکین و یا مهتاب، ستاره و آفتاب پرستان بفهمانه که چیزی که توان و قدرت طلوع و غروب را نداشته باشه چطور میتوانه نیاز مشرکین را برآورده بسازه. مگر متاسفانه که شفیعیار با درک و فهم بسیار سطحی و ناقص خود و یا هم درک و فهم مغرضانه خود از قرآن، حضرت ابراهیم علیه السلام را مشرک میخوانه. حضرت ابراهیم علیه السلام عین طریقه دعوت را با پدر خود به کار برده بود و پدر خود را به یکتاپرستی دعوت میکرد. سوره مریم آیات 42-46. هنگامی که به پدرش گفت ای پدر جان، چرا چیزی را پرستش میکنی که نمیشنود و نمیبیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده نمیسازد؟ ای پدر جان، یقینا از جانب خدا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده، پس از من پیروی کن تا تو را برای راست هدایت کنم. ای پدر جان، شیطان را پرستش نکن، زیرا که شیطان نسبت به خداوند رحمان نافرمان بود. ای پدر جان، من از این میترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی بر تو برسد، آنگاه از دوستان شیطان باشی. پدرش گفت ای ابراهیم، آیا تو از معبودهای من روی میگردانی؟ اگر باز نیایی قطعا تو را سنگسار میکنم و برای مدت طولانی از من دور شو. پدر حضرت ابراهیم علیه السلام مشرک بود و حضرت ابراهیم علیه السلام میدانست چیزهایی را که پدرش و مشرکین پرستش میکنند، مثل بت، ستاره، مهتاب، آفتاب، آتش و غیره، و آن چیز را نمیشنوند و نمیبینند و هیچ نیاز از مشرکین را برآورده ساخته نمیتوانند. حضرت ابراهیم علیه السلام به صورت احسن پدر خود را به یکتاپرستی دعوت میکنه. نه تنها که پدرش قبول نمیکنه، بلکه حضرت ابراهیم علیه السلام را به سنگسار هم تهدید میکنم. حضرت ابراهیم یک مسیر را طی میکنه. از بت پرستی به خدا پرستی میرسه. شفیعیار، از این معلوم میشه که خودت معنای اصلی آیات قرآن را درک نکردی و یا قصدن و عمدن میخوایی افغانها را شستشوی مغزی کنی و گمراه بسازی تا برنامه آینده خداوند رحمان رحیم یار و مددگارتان.